به نام خدا. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. متشکرم دارید جوانشهر رو گوش میکنید. ما امروز درباره موضوع عدالت‌خواهی صحبت میکنیم. کلن یه گروهی جوانن که چند سالیه خیلی شدید وارد فضا شدن، بعد انواع و اقسام کنش واکنش ها رو دارن. برخی در برخی جاها میرن افشاگری میکنن، میرن فیلم میسازن، میرن بعضی ماجراها رو بزرگ میکنن، رسانه‌ای میکنن برای اینکه دیده بشه. مثلا اگه یادتون باشه ماجرای اون ویلای لواسان، این جریان عدالت خواهی که دیگه قوت گرفته، حالا دیگه افراد شاخص برای خودش پیدا کرده، یه سری منتقدان هم داره. یعنی بعضی هم میگن آقا این جریان داره به بیراه میره، بعضی حتی میگن اینها بیشتر افکار کمونیستی مارکسیستی دارن و از این زاویه نقدشون میکنن. خلاصه سر این ماجرای عدالت‌خواهی بحث زیاده. دو مهمون عزیز دارم، میلاد دوخانچی که احتمال بسیار زیاد با برنامه جیوگی و برنامه سختانه شاید براتون آشنا باشه، اما به طور مشخص تو فضای معرفت شناسی و حوزه عدالت‌خواهی هم کار میکنه و اظهار نظر میکنه، و جواد مگویی که بیشتر به عنوان یک مستندساز و یک روزنامه‌نگار آزاد میشناسیمش. من میخوام گفتگو رو با جواد موگویی شروع بکنم. جواد عزیز سلام، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. آقا میلاد عزیز در خدمت. هر چند روزی جواد یک پرونده افشا میشه که فلانی خانه چنان، آقای پناهیان یه خانه داشته با فلانی، و یک جریانی پشت این افشاگری ها هستند که خودشون رو عدالت خواهان اسم گذاشتن. جواد مگویی در این باره چه ایده ای داره؟ ببینید، من فکر نمی کنم کسی رو بحث لزوم عدالت طلبی حرفی داشته باشه. کسی که رو این حرفی نداره، نظام رو بدون عدالت، اگر بخوایم ما عدالت رو از نظام حذف کنیم که چیزی از نظام نمیمونه. خب اینا بدیهیات، اصلا ما روی اینا حرفی نداریم. نظام روی این نباید بحث کرد که آقا، روی بحثایی هم حالا مطرح میشه که آیا عدالت اولویته یا ولایت اولویته. به نظر من اینم خیلی در واقع روی اینم نیستیم. اصل قصه رو بحث روش عدالت مداریه. من وقتی این روش کنونی رو میبینم، اون وقت میام به این میرسم که آیا اصلا مبنای عدالت طلبها چیه که به هر روشی که من فکر میکنم این روش ها غلطه دست میزنن برای کدام روش غلط بود؟ ببینید، اصل افشاگری، این بالاخره افشاگری باید یک چارچوبی داشته باشه. این چارچوب آیا اصل افشاگری بد نیست ولی باید چارچوب داشته باشه؟ باید چارچوب داشته باشه. افشاگری رو قبول داری؟ افشاگری رو قبول دارم، اونم تازه با هزار اگر و اما. اما اگر داره. خب یعنی آیا شما ملزم به هر نوع افشاگری هستید؟ هدف از افشاگری اصلا چیه؟ تذکر اصلاح نابود کردن چیه؟ آقا من یه سوال کنم. من عدالت طلب میبینم آقای فلانی زمینی رو گرفته بیش از حق خودش، یه خونه ای داره، یه چه میدونم ویلایی داره، اینا رو تخلف گرفته، قانونم بهش رسیدگی نکرده، میدونم اما اگه 100 سالم بشینم قوه قضاییه رسیدگی نمیکنه. خب میام افشاش میکنم. این چه؟ خب شما الان چند تا اگر گفتید؟ 5 تا 6 تا اگر گفتید. خب. یک، حق با من است. دو، او آدم فاسد است. سه، مدارک دارم. چهار، قوه قضاییه رسیدگی نمیکند. پنج، بیستم هم بازم رسیدگی نمیکند. خب ببین 5 تا اگر گفتید. حالا من میخوام بگم آیا تو افشاگری که الان داره انجام میشه این اگرها رعایت میشود؟ نمیشه. اصلا هیچ کدوم از این اگر تو خیلی از موارد. حالا الان بخوایم وارد بخوایم بشیم، من یه نمونهش آقای پناهیان میگم. خب این چیزی که من از عدالت طلبای کنونی دیدم تو نوشته هاشون که آقا، این دوستان نظرشون بر این است که عده مفسد با نزدیکی به مراجع علما، مداهین، نمیدونم روحانیون و هیئت‌های مذهبی، آدم‌های متنفذ، آدمایی که صاحب نفوذن، میان کنار اینها کمک‌های مالی می‌کنن که بتوانن از نفوذ اینها استفاده کنن. خب میگن این یک خطره. خب بله این خطره. صحبت هم از رهبری میارن، رهبری توصیه کرده به امام جمعه ها، به امام جماعت ها که آقا از هم سفره بودن با در واقع باندهای قدرت و ثروت پرهیز کنید.
خب مسئله که در اینجا مشخصه. حالا بحث اینه که این آیا مجوز بر این میشود که ما افشاگری کنیم، که بگیم که آقا فلان فاسد، تازه اگر مشخص باشه که فاسده، فلان فاسد به فلان مرجع نزدیک شده، آیا این مجوز افشاگریه؟ نه، باید چیکار کنیم پس؟ اگر برگردیم به عقب بگیم خب اصلا چون تو چرا مستاق رو میاری وسط، میخوای این خطر رو بگی، خب برو پیش مرجع خطر رو بهش بگو، برو به خود شخصش بگو، به خودش بگو، بگو آقا ما رفتیم تحقیق کردیم، این آدمی که اومده به شما فلان دفتر رو داده، خرج عوضت رو میده، خرج هیئت رو میده، این مشکوکه. خب تا اینجا رو نگه داری. میلاد دوخانچی یه ایده جواد اینه که اگر واقعا حسن نیت داریم، میخواییم آقای پناهیان رو اصلاح کنیم یا دیگری و دیگری، چرا میام جار میزنیم؟ بریم پیش خودش بگیم فلانی تو این سند زمینت، این داستانت چیه؟ ممنون از دعوتتون. ببینید چیزی که من اینجا شنیدم، مخصوصا روایت شما دلاوری، تقلیل اون چیزیست که تحت عنوان عدالت خواهی داره اتفاق میافته. در واقع اگر بخوایم این صندلی هایی که امروز داریم میبینیم، یعنی جایی که من نشستم و جایی که جواد نشسته، اونجوری که من میفهمم تقسیم بندی کنیم، ما افرادی داریم که منتقد وضع موجود هستند و افرادی داریم که به نوعی دارن حفاظت میکنن از وضع موجود. حدود یکی دو سال هست که جریان شکل گرفته که منتقد شیوه حکمرانی کنونیه و نظام معرفتی که داره اون رو تغذیه میکنه. از قضا این جریان گرایش مذهبی داره، باورمند به اسلام سیاسیه و اعتقاد داره آن چیزی که امروز در نظام حکمرانی ما داره اتفاق میفته هیچ نسبتی با آرمان‌های انقلاب اسلامی نداره. این جریان افراد مختلفی در درونش هست، گرایش های مختلفی داره و تاکتیک های مختلفی هم داره و استعداد های مختلفی هم در درون این جریان هست که از قضا همشون هم علیه السلام نیستن، اشتباهاتی هم داره، نقاط مثبتی هم داره. این جریان جریان انتقادیه، نسبت به وضع کنونی در واقع منتقده. مخالفین این جریان افرادی هستن که منافعشون به خطر افتاده به خاطر این شیوه و این سویه انتقادی که شکل گرفته. برای اینکه با این سویه انتقادی، با این رویکرد انتقادی مواجه بشن، شروع میکنن فرافکنی. فرافکنی ها هم از جنس دستگاه های معرفتی و تاریخی انجام میدن. یک مثال ساده میزنم و این بحث رو در این قسمت تمام میکنم. به عنوان مثال استخدام میکنن از تاریخ اسلام که ادعا بکنن که از قضا در زمان حضرت علی هم فساد وجود داشته، حضرت علی هم مصداق مصلحت سنجی بوده. این مثالی است از ارجاع به تاریخ کلاسیک اسلام. ارجاع داریم به تاریخ معاصرمون که این کسانی که از این حرفا میزنن تداعی میکنن فرغانیزم رو، تداعی میکنن مجاهدین خلق رو، تداعی میکنن وای این جریان های خطرناکی که جامعه ما باهاش آشنا هستش. از قضا جواد جان عزیز این وظیفه رو بر عهده گرفته به عنوان یک مستندساز و در صفحات اجتماعی خودش به جای اینکه با سویه در واقع انتقادی و معرفتی این جریان روبرو بشه، به عنوان پیاده نظام رسانه‌ای این جریان، یعنی جریان حافظ وضع موجود، برمیگرده میگه که شماها که دارید انتقاد میکنید، شماها که سویه انتقادی نسبت به شیوه های مختلف حکمرانی اتخاذ کردید، فرغانیزم هستید. یه ذره میلاد عزیز برای اینکه یکم به موضوع نزدیک بشم، ببین انقدر رفتی عقب از موضوع و خاطر اینکه موضوع عقب هست. آره دلاوری جان، ولی میلاد اصلا موضوع سریع نیست که چهار تا سند بندازیم بیرون، عربده بکشیم تو فضای مجازی، فالوور جمع بکنیم، یه سری هم بیان خب تذکر اخلاقی بدن. میخوای بگی میگی آقا دعوا سر این افشاگریه نیست، دعوا سر کلیت این حرکت هست. دعوا سر یک چیزه خیلی هم ساده است. حکمرانی ما به شیوه کنونی که داره جلو میره امتداد پذیر نیست. حکمرانی کنونی ما به شیوهی که داره امتداد پیدا میکنه برخلاف منافع ملی ماست، ضد امنیت ملی ماست. ما این موضع رو گرفتیم و اعتقاد داریم که اگر حکمرانی به شیوهی که داره امتداد پیدا میکنه امتداد پیدا بکنه، ما با بحران امنیت ملی، با از بین رفتن شاکله دولت مرکزی مواجه هست. میلاد انقدر کلی شد که فکر کنم هر کس اصلا نشسته باشه میگه خب آره خیلی الان امتداد ما خیلی نامناسب و فلان و بیسار بیان درستش کنه. اجازه بدید، افرادی هستن که در حفظ وضع موجود و میگه جواد چنین وضع کنونی منافع دارند.
معلومه اونایی که منافع دارن وقتی که نقدشون میکنی، وقتی که پرده رو میذاری کنار، نشون میدی که ببین این شیوه که تو داری اتخاذ کردی ادامه میدیش نسبتی با هورمون انقلاب اسلامی نداره، نسبتی با اسلام سیاسی نداره، نسبتی با توسعه ملی و چارچوب عقلانی مدرن هم نداره، با هیچ چیز سازگار نیست. منافعش که به خطر میفته برای اینکه فرافکنی کنه، میگه که تو فرغانی، تو مجاد خلقی. خودش اینو نمیگه، جواد موگویی رو به شکل غیر مستقیم در واقع استخدام میکنه که او این حرف رو کانالیزه بکنه. حالا یا جوادی رو میدونه، یا جوادی رو میدونه که در خدمت کدوم در واقع پروژه فرهنگی و سیاسی هست، یا نمیدونه. اگر میدونه که باید اینجا به سوالهای جدی جواب بده، اگر نمیدونه بهتره که بفهمه که در کدوم در واقع سیاره و منظومه فکری و معرفتی داره قلم میزنه. خب میلاد خیلی بحث برد عقب، یعنی انقدر برد عقب که من نمیدونم بتونیم به یه نقطه مناظره برسیم یا نه.